خب برعکس آقا اپیزود امروز میخوام بریم کله خوری با پوریا، ولی دیروز یه فیلم گذاشته بود، اگه میشه اینطور اینو بذار برای بچه‌ها ببینن، که توش میگه هر آدمی هر گویی میخواد زندگیش بخوره باید یه بار این لامبو رو سوار شه، یعنی رانندگی کنه. من تا حالا راننده نبودم، من پسنجر بودم، راننده نبودم. یک کاری باید بکنم، بذارم ماشین سوار شم. اوه داره میاد صدا شما، صدا شما. پوریا رسید اینجا. سلام پوریا. ما اولین بار هم دیگر میبینیم. یعنی امروز نتونم. ببینم بهترین کباب تو کتلان کجا هستش. اوه راست میگی، آدرس بذار بده کنم. اسمش چقدر خوش صداست دامستا، از امی قشنگتر میخونه. یه ماشین ایتالیایی اصلا موزیک نمیخواد تو ماشین. آره موتورت موزیکه. اصلا خجالت کشم احساس کنم الان باید بدم. تازه فهمیدم که چرا دختره به لمبو میدن. الان احساسشو گرفتم. بذار پامو باز کنم که خیاش آمده. اسمش چی بود یارو؟ اسمش پاسارگارد. پاسارگارد اوکی. من اصلا این شهر هیچی نمیدونم. ببین خیلی با من گفتن برای رسی که تازه باز شده، من تازه سوی نشه بدارم با بری راسته. بعد رفتم دیدم 980 تا فیدبک داره، 4.5. آره گفتم رستورانی. بعد غذاهاش مثلا اگه کباب کوبیده همه جوش هم نونم 12 داره، اینجا مثلا 25 داره. اوکی. دو برابر هم بیشتره کوالیتی دیگه. گفته بعد همه میگن کباب کوبیدهش با اینا مقایسه میشه. مثلا اکسایتدم ببینم چی، ما نایدم چیزی. خیلی اکسایتدم، من باور ندارم. من زنگ زدم به ساب رستوران ببینم میتونم باشون دیل کنم. میگم ما داریم میایم به ما سرویس مخصوصی بدیم، پولم از ما نگیرین، یه کاری هم بکنیم. بعد سابسو نبود مثلا اصلا اصلا اینجا نشودی در بیرم نشید. اصلا میتونم اونجا ریکورد بکنم یا نمیتونم؟ اون که کاری نداره، اون بزر میتونم نمیدونم چون اینجاشو نمیدونم الان. تا بیا دیرم. وا این چیه؟ این سپیکره؟ آره. وای چه خوشگه سپیکرش. خوش هم میکنی اونا میان بیرون. او بیرون نبود قبلا؟ وای چه جنده بازی های نیاکو همین کارا رو میکنن اینا. که این نبود اینجا، بعد اومد بیرون. ولی چقدر خوشگله. مثلا میتونی با همین یه رو میتونی با این سکسش بشی. خیلی خوشگل. یه دوشو برم لطفا. یه نکن خواهی آدرس ها که میخوایی بزنی. خب میری اینجا، بعدش نقشه رو خوب میاره اونجا. اولا که روی شیشه من الان داره کلی چیز میز نشون میده اونجا که. آره خواه. آره که بزاری نمیدنم بگیرمش. بزاری از زاویه تو نه نمیگیرتش. نه نه شما باید زفت حالا این رو بردار بعدش نکن. دخترش این سد این نقشه که میخوایی اینجا آدرس بزنی، اینجا که میزنی بعدش این اینجا تبدیل میشه به چیزی که میتونی بنویسی. مثلا بزنی پاسارگارد P-A-S. چقدر سکسی. خیلی سکسی. من نیسته خیلی باحالتری که داره یعنی که من خب همیشه تو ماشین همون که گفتم به جای اینکه موزیک گوش بدم یا صدای اگزوز رو میشنوم یا پادکست گوش میدم. یه وقتی میری این تو این پادکست هست، اصلا میتونی اینجا پلی کنید. آپشن پادکست آدیو بوک، پادکست آدیو بوک. میره تو آدیو بوک، میره تو کتاب های توی گوشید. اوه کتاب های توی گوشی من حتی میکنم. چه جالب که سیستم فکر نمی کنم اینترفیسش هم ادوانس تر باشه. خیلی چقدر جالب. و آتو درایو هم داره دیگه، همون سیستمی که تسلا داره این هم داره. این قدر روشن بشه نمیدی بالا که احساس کنی هواپیما رو میزه. این اون دکمه که میگفتی. اوه چون چه چیز خوبی دیدم اینجا. یه دونه مونده. بزن. همیشه میگن آخرین چیزو کس خریدش. میگن آخرین چیزیو که پولشو ندادی هیچ وقت نداره. واقعا؟ واسه من نصفشو برمیگم زرش. من نصفشو گوشم دوش.
خیلی لسن خوبه. من اینو میدونم چو به نظر من هر کسی که لامبورگینی رانندگی میکنه کونیه. از که اینطور بگو بریم ببینم واقعا حالا حسه چی. هنوز حتی یه گاز لامبویی ندادی به این بیبی. من کلن هیچ وقت نمیتونم ماشین کسی دیگر رو گاز بدم. حتی مثلا دوستام هم که ماشین مثلا کوچیک بودیم رو جی و موقع اینفینیتی جی تازه اومده بود بیرون و مثلا ما دستم ورسه بود خیلی تون میافت اش میکردیم. بعد دوستم که گرفته بود ما چیز همه میگرفتن باش تون میرفتن. بعد دوستم ساسپن شد ماشین شد و دست من واسه یه سه ماه. من حتی یک بار با این ماشین تون نرفتم چون احساس میکردم که نباید این کارو بکنم. میگفتم که اون ماشین خودشه، اگر خراب بشه یا این حتی به موتور یه فشاری بیاره این تصمیم اونه، من نمیتونم با ماشین اون کارو بکنم. و با ماشین خودم این حیوان رانندگی میکنم. یه ذره مثل حیوان با این ماشین رانندگی میکنم. خیابون صاف قلنت میدم میکنم ولی صافه دیگه. الان بعد همه وقتی میدیدم من با ماشین خودم چیکار میکنم سهل ما رو نترس. آخه اینجا دور خیلی خفن داره. تفره نرو. ببین میگم میریم تو سخت بخونه سهل تفره نرو. من دور رو میشناسم وایسا. سهل رو تفره نرو. بذار میرم راست که میتونیم یه گاز بدیم. یه خواهر داره اصلا دیوونم هم اصلا سعی تنین را برم خواهر سخونم هم. یک ثانیه هم مغزم به هیچی نمیتونه فکر کنه بغیر از این که فرمون رو کجا بگیرم، دور موتور چقدر داره میره بالا، پلیس نباشه، آبر نیاد. یعنی حتی نمیتونستم فکر کنم که دارم چه واو چقدر احساس سکشوالی بود. سکسیه قشنگ. خیلی سکشوال. خیلی خوشم که راه دورتر اومدم چون خیلی اونم میرفتیم پایین میرفتم رستوران هم داریم میرم دینه کسی خدا به چرخیم. چقدر من الان ساوند زیبایی داره. اینا که درست هم داره لالایی میخوره. حالا میخوای ساوندش رو قطع کنی؟ نه چرا رو خاموش کنم کسی که انجام کنم. وا مگه میشه؟ خیلی غیر عادی بودین. یعنی واقعا خیلی عوض شد. نه؟ اصلا پرکور کم ریخ. بذار چشم رو ببندم. الان همین دقیق تو دمانی چشتون رو ببند. چقدر جالب که اینقدر فرق داشت. این همون قبلی هست؟ الان کورسه، الان از شهر محبولش. بعد چیز چیه؟ نوه چیه؟ نوه ایتالیایی میشه یخ، یعنی توی برف های. آها. بعد ایتالیایی نوشته دیگه، گفته که اگه میخوای لامبورگینی بگیری لطفاً یاد بگیر ایتالیایی. ایتالیاییه. چقدر جالب و فکر کنم اگه ایران ماشین ایران خودش خراب میشه مثلا اینجا میزد برف. حالا ماشین جدیدی که دارم حالا فعلا چیزی نمیگم تا اینکه ردیف بشه اون که دیگه اصلا اصلا عجیب غریبیه. به من گفته پرکور که تو میریزه 150 هورس پاور از این قوی تره. این چنده الان هورس پاورش؟ فکر کنم 600 هورس پاور باید باشه. سرچ میکنم تا اینی که من دارم میزه سوپ تا با ولی حالا بزنیم یوروس اچ پی 660 هورس پاوره. خیلیه. 150 هورس پاور از این بیشتره. وقتی که گاز دادم واقعا میگم هیچ چی نمیتونستم به هیچ چی دیگه فکر کنم. تمام فقط خودم اصلا انقدر به حال میده. حالا یه دارم ویدیو من درست کردم گفتم روزایی که من لامبورگینی سوار میشم میرم سر کار احساس میکنم یه آدم اگریسیوی هم که مثلا اومدی بدا یکی جواب بده. نه مثلا یه آدمی هم که you know you've done something right in your life و حالا داری عشق و حالت هم میکنی کارت هم میکنی میدونی. ولی روزایی که تسلا سوار میشم میرم دیگه میگم فقط ما رو از این نقطه ببر به این نقطه برسون سر کار کارمون رو انجام بدیم. کارمون رو انجام بدیم بریم خونه غذا بزنیم بخوابیم. من نمیدونم پشت ماشین رو بعد به هیچ اون جا دارم برم. تو اومدش هم که اون صدا رو میده بخاطر سرامیک ها. آن صدا اینه؟ وقتی که راه نماز دادم پاشن ماشینش میومد کاملا حق با اومد منم تو باقالی بودم یارو وایسا و من هر چیزم گفت اگه کسمالم من برم شما باشم من دیوانم برم دیم راست میگیدی نه مردم بهت راه میدن. آره خیلی جالب بود اینا. آره پلیس هم خدا روشن بهت گیر نمیدن. نمیدن چرا دیگه میگن این یارو به لنبا رسیدیم ما میخوایم چی کارش کنیم چند تا تیکت بدیم. آره چه بذاره
اصلا انگار چون یه سفینه سواری که داری آپریتش میکنی، واقعا میام خیلی جالب. انقدر دکمه داره، اصلا این دکمه رو نمیدونم. مثلا وقتی که هنوز پایین رو نگاه کنم، من انقدر فقط با ساوند داشتم سکس میکردم. آقا همه این پشت نمیبینی، همش عوض میشه. این موشک میزنه، این چه داستانه؟ مثلا اونو میتونی عوض بکنی رو هر ستینگ که بخوای، مثلا همه تورک و پاورت رو میده. بعد میتونی این یکی هم ستاپ بکنی مثلا روی یه چیز دیگه. هر چیزی که اونجا هست رو میتونی عوض بکنی و کاستوم تر بکنی به خودت. الان تورک شد 10، پاور شد 5. مثلا نفهم این چی؟ و همه الان دور موتور رو شیشه هم میبینی دیگه. آره دارم اصلا با دور موتور رو شیشه رفتم. شیشه فقط میبینی چون اون لحظه که داری میری باز دادن فقط اصلا نمیتونی بیای کیلومتر تو ببینی. همون دارم میگم اصلا نمیذارم چشمو تکون بدم پایین آقا، فقط چشم ماشین ریس میبینی، فقط شیشه رو میبینی، رو شیشه هم این پومش میبینی. خیلی قوی سوپر سوپر سکشوال. میگم قبل از اینکه واقعا نمور سوار بشی احساس میکنی مثلا نمی از اینکه سوار شد سیکن ماشین دیگه اصلا ماشین نمیده سوار شد. من میام بنزین میریزم رو ماشینای خودم، آتیش میزنم به بیمه، میگم یه پولی بده دم پیمنت لامبا بزنه. اگه کارت نشدم منم به زوری لامبا میخرم، من فکر میکنم من شانسم اینکه کارت میشه. مبارک باشه آقا سهر دیگه. چوبم غذا بخوریم. یه دونه از ویدیوهای یوتیوب فکر کنم مثلا اگه مثلا دیگه بره یوتیوبمون خیلی بالا، مثلا یه دونه یوروس بده به جای 5 میلیون. از اون که دستتو بذاری روش. آره. آقا این آقا تا تش میخواد بره دیگه، هر کاری میکنه دیگه، لطفاً ساپورت و فالو از این حرفا یادتون نره. خب اینم از هواپیمایی که ما سوار شدیم، ماشین که سوار شدیم. اینم اون قسمت عوض میشه سر صدا بکنه نکنه. این هم دکمه یه استارت رو خاموش. آقا بچه ها رفتن ماشه روشن کنیم فرار کنیم. این آقایی که میبینی ویدیوگرافه پوریاس، این هم اومدیم رستوران پاسارگارد توی پردمولی. آقا این توی رستوران اینجا. آقا من اینو نمیفهمم که چرا توی رستوران نمیفهمم که بسایه تردیمیز کردنشون دیده نباید بشه. اینو لطفا حل کنیم با خودت کنیم تو رو میگم به امینیم تو کامنت رو بینیم پوزیشنه. چه خوشی دارت کردم پوشیشون. خب برای عکس آقا الان پوری از هم پوزیشن چیه بگیریم؟ من گفتم که من من شما به سلطانی رو خوریدن با کلاس کاشته میگه من کوبیده میخوام. دیگه چی میخوری؟ میگه من سلطانی میزنم چون که من کوبیده دوست دارم، ولی مامانم همیشه دعوا میکردم، میگفتن که کوبیده آدمایی که خیلی خفن نیستن کوبیده میخورن، باید یا برگ بگیری یا فلان. من دیگه مجبورم سلطانی بگیرم که نشون بدم آدم خوبی هم، ولی کوبیده رو دوست دارم. اصل عشق کوبیده است. داره مثلا داستان رو دیگه بحثش اینم گفت اینجا کوبیده شبیه ایرانه. اومدم گفتم آقا بریم ببینیم چی. فقط بعد چربی بریدن تو غذاشون. سینه کباب چه ساعت بود؟ سینه کباب بگم سینه یکی از اون نظیر به این خانومه که اینجا کار میکنم بیعتمامی کنم سینه کباب. آها یه سینی برداری بیاره. من الان بعد از 2 ماه اومدم 5 دقیقه با پوریا به وقت میذارم. یعنی از وقتی که رساس به ما گفت بشین رانندگی کن ماشین رو که ما رانندشیم، داشتم اینجا که تلفن حرف میزنم اصلا هر توجه ما نمی کنه. با دوستاتون این کارا رو نکنید. داداش کل روز داشتیم همگی ویدیو میگرفتیم، 60 نفر دنبال من هم به من میگه از ونکوور رفتی. آقا غذا اومد، من فقط گفتم یه ویدیو بگیرم این جوجهش. ما غذامون عین هم این تریگه مشتی هم زدیم، خدا وکیلی خیلی خوشگله زرباش، ولی سرویسش همون سرویس رستوران ایرانیه دیگه. غذای منو گذاشت اونجا، غذایشون رو گذاشت اینجا، از ما میپرسه که چی داره و توضیح نمیده که چی چیه. این رستوران یه خوری خودتون رو ایمپروف کنید دیگه لطفا. واقعا من نمیفهمم دیگه وقتی تو میای غذا میپرسی نباید بریم صندلی شماره 1 غذا سفارش داد، چرا از من میای بپرسی؟ گارسون باید اینو بدونه دیگه. رستورانی که دیگه غذاش گرونه و پول داره تو رو خود زحمتشو بکشه اینا رو فیگرات کنه دیگه. دمتون گرم. آقا لحظه‌ای که می‌خوایم کوبیده رو امتحان کنیم ببینیم کوبیدش واقعی یا نه. خیلی قوی تر از کوبیده که من تا الان می‌خوردم. بزن
خوردی خوبه. واسه کانادا خوبه. من اینطور مزید خونه همه خیلی خوشم. You happy man? Hi. Say something in Farsi. Bosh. Bosh? I don't know. آه باش. I don't know how you say that. آقا میخوایم فول تنک های کنی. مونده کباب کوبیده رو میخوایم بکنیم توی لمبو مانستر داره میاید بیرون. برای بکس 4-5 ساعت الان داریم. ساعت چند؟ یک ما یک تا 6 و نیم. نه بابا 6 و نیم شد روز تموم شد. 5 ساعت و نیمه داریم با هم ویدیو هم بگیریم و صحبت میکنیم و اشغال میکنیم. آقا رفتیم رستوران. اولا که من کم میشه بغل یه 4-5 ساعت بشینم واقعا ریلکس باشم. واسه همین خدایش خیلی کباب سنگینی هم داره. فکر کنم من الان بعد از 3 ماه کباب زدم به 4 ماه. نه بابا من هم برای دایت سنگی گفتی که تو چیت دیت بود. گفتم بس بگم هفته یه بار چیت میکنی. هفته پیش دایت همو نگه داشتم سفت که امروز بیام واسه کباب بزنم. چون خوبم زدی یعنی اصلا چوسی نمیدی که اینو نمیخورم قشنگ. نه هاشتم دیگه بخواد یه وقتی که دایت رو میگیری دیگه میری هرچی میخوای میزنی دیگه. اگر نه خسته میشه بعد تو این چیه بالا پای میشه؟ اون تعادل ماشینه. اوه چون من این برای همش برنسش کرده باشه داریم چیز میکنی. آقا من چیزی میخواستم راجع به رستوران بگم. غذا خیلی خوشمزه و خیلی حال داد ولی سرویس ضعیفه. تازه سرویسشون مؤدب بودن، همه خوش تیپ و خوش قیافه بودن، همه لباسشون مچ بود، یعنی خیلی کار خوب انجام شده بود. ولی دارم میگم واقعا مثلا ما از اون اول تا اون آخر که اومدیم یک بار نبود لیوان آب ما رو پر کنم. من اون اول آبم تموم کردم تا آخرش دیگه آب نداشتم بخورم. 20 دقیقه منتظر بودیم پولو بدیم. 20 دقیقه واسه که فقط بیاد بگیم آقا پولو میخوایم بدیم. گفتیم غذامون رو میخوام ببریم خونه به اون پک داد خودمون پک کنیم. آقا رستوران کرونا تموم شد. جون مادرتون این کونگوشیزونو بس کنین که دقیقاً مثلا دو دقیقه کمتر کار کنین انداخی سر مرد خوشون پک کنن. دقیقا میتونم بپرسم چقدر شد؟ چون من که پشت ندارم. شما دیگه 150 دلار. برای 150 دلار خدا وکیلی سه نفر 150 میشه نفری 50. شما به مشروب نداشتیم، اپتایزر نداشتیم، فقط درینک نداشتیم، فقط سه تا غذا. و یه سه دیگه هم که بودش که غذای تو رو یادشون رفت یه تیکشو بیارن. بعد از اینکه غذا تموم داشت میشد پیسر رو برم جوجه کبابت اون موقع آورده. بعد یه دونه تعدیق ما خودمون داشتیم برداشته واسه دوباره تعدیق آورده به جایی که اصلا بیاد تو بپرسه بگه حالا تعدیق میخواد اصلا من اون میخوام من یادم رفته میخوای بستنی بخوری به جاش میخوای چی از خودت بپرسه حداقل. آره ببین خیلی راست میگه دیگه. اومده میده من اولا سر میز فیلم بازی میکنه. خب من اون غذا رو آورده من طرف میشناختم و سلام واسه آره دیگه سلام گفتم من بچه‌ام فکر من فکرام توهم زدم بس گفتم سلام دیدم یه رو گفتم من اشتباه شدم اوکی. بعد پوریا گفتش غذاشو آورد گفت سلطانی با دو تو سلطانی سفارش داده دیم. سلطانی من سلطانی کره خوره فتف آدم چاق بود مال پوریا آدم حسابی بود دستش سالاد بود. گفتش که آورد گفتش که آقا سلطانی نه این چیت کد رستوران ایرانیه. آره دیگه هفت رایس هفت سالاد هر روز فول رایس وسط می‌ریزه و یه سالاد هم بهت میده. این جواب بری چپ پیشگم سمت چپ نیست مخیار راحت برو. بعد گفتش که گفت سلطانی مال کیه؟ پوریا پرسید که این با جوجه هست یا نه. بعد یارو گفتش که نه. گفتم خب پس مال پوریاست دیگه. بعد بعدیا که آورد گفت جلوی من تو جوجه نبود. بعد اونجا من دیدم که مالاتش سالاد داره. بعد من فهمیدم که اوه چی جوره مالا برعکسه. سر یه رستوران ایرانی هر چیزی که میتونست اشتباه اتفاق بیفته یعنی واقعا هیچ چیه مشتری نشد جارو نبود تو صورتمون بود. اونو که فیلمشو گذاشت که گرفتن بچه ها دیدن باور نکردنیه. بعد خب غذا اشتباه شده برمیگردونی من و پوریا داریم غذا اونو بشقابای انقدی با هم دیس عوض میکنیم فلان به سال بشقاب واقعا سنگی. بعد یارو میاد میگه که سیخ شما رو الان میارم یعنی که مثلا انگار که رسمشونه.
بعد انقدر دیر آورد خدایی من یادم رفته بود. من یادم رفته بود. واقعا همه یادم رفته بود. من تا حالا اصلا خودم تا حالا جوجه کوبیده نیده بودم. خیلی کثیف خوشمزه است، باورت نمیشه. اصلا جوجه مگه کوبیده میشه؟ چیکارش میکنه؟ چرخش میکنه؟ من نمیفهمم کانسپتش چیه. آره چرخش میکنه ولی خیلی کره است. یه کوبیده دیگه واسه تو آورد. گفتم بابا چه سلطانیه. واقعا گفتم سوی بی خیال نداشت. 300 گرم بد میخوای بزنی. مرغ از اون رو بدتر هم باشه، برگ زدی الان یه کوبیده هم زدی، یه کوبیده اضافه. آره به خدا مثلا یادم رفته بود استودیو بودیم، بعد اون آورد گفتیم خب اوکی دیگه سفارش دادیم دیگه، آپشن هم نداد که مثلا خب دیر شده ببرمش اینا، گفتیم نه دیگه آوری بیار دیگه شد آورد، بعد رفته تو چیز دوباره واسه اون تدیگ میاره، بعد من این دیگه واقعا نفهمیدم اونم تدیگ الان چی میگه، تدیگ تازه اونم بدون خورش، تدیگ خشک. آره بعد ما آره تدیگ با خورش داشتیم، یعنی هم تدیگ خوردیم بعد نخوبشو اومدی تدیگ تخمه واسه من آوردی به عنوان معذرت خواهی. خب اینکه معذرت خواهی نیسته، چرا میخوام معذرت خواهی کنی؟ به همون که پوریا گفت این چاره رو بریم راست، همونجوری که پوریا گفت آقا میخوای چیز کنی، میخوای راه ندادم آقا بودی نیسته که آن خانم ایرانندی خود رانندگیتون رو مهربون‌تر کنین، به خدا یه ماشین جلو عقب هیچ کیو جلو نمی‌کنه ولی یه تصادف میتونه روز دو نفر خراب کنه. دقیقاً من نمی‌دونم چرا اینو نمی‌فهمین ولی خب دمتون گرم. خلاصه آقا میام یکی مثلا یه خالی می‌کنی که اشتها میشه تو رستوران، اوکیه 20 دلار کمتر اون روز در بیاری، ولی که بیام بیرون این ویدیو رو بدم 10 نفر ببینن بشنون این اوکی نیست. حالا من اصلا گور پدر من یه نفر یه دو نفر به دوستشم برام بگیر رفتم اونجا تو سفیش تخمی بود، نباید بزنین بلا سر رستورانت بیا سر بیزنست بیاد، اونم سر 20 دلار وقتی که تو داری 150 دلار چارج میکنی، یه دونه یه دونه برام دستر می آوردی سه تا زولبیا می برای تو 2 دلار هم خرج نداشت. آخه چای می آوردی مثلا چای خیلی حال میپرسید میگه آقا من ما گفتیم هیچی نمیخوایم، یعنی تدیگ نمی آوردی ما خوشحال تر بودیم، ولی وقتی به تدیگ میفته آدمی که باهوشه ناراحت میشه بهش بر میخوره، چون میفهمه که تو فقط میخوای با دغل بازی درستش کنی، آدما دغل بازی رو دوست ندارن. اما اینکه گفتی من از نظر از همه چی رو مخ من بیشتر بود. کدوم؟ اینکه همه سیاه پوشیده بودن و مرد که صاحب اونجا بود خودش با آبی دست آستین کوتاه آبی پوشیده بود. اینم درست میگه. کالچر اساس عجیبیه. یعنی آقا تو وقتی داری یه چیز پروفشنالی رو ریپرزنت می‌کنی، می‌خوای رستورانت پروفشنال باشه، حالا مثلا می‌خوای بیا بگی تو صاحب اینجا یو کرز که تو صاحب اینجا کیه؟ قشنگ اینکه اصلا نفهم یارو صاحب اونجا نباشه قشنگ‌تر کامفورتبل تری تا اینکه صاحب شد اینجوری وایسه نگاه کنه ببینه کی داره غذا می‌خوره کی نمی‌خوره. راحت بزن بیان مردم اونجا راحت کارشون رو بکنن دیگه. اینو کاملا درست میگی. مثلا اگه اون آدم میومد لباس سیاه مثل اونا میپوشید، من اگه میفهمیدم هم اون اونرشه ریسپکت بیشتری واسه اش داشتم. همه هر آدم یه اگه آدم دهاتی بیشو باشه که واسه مهم نیست، اگه آدم با شعور و تحصیل کرده و با فهم و مغزباز بخوای اونا همه اینو کر میکنن که تو انقدر خودی باشی، تو نفر اتو لیدری سگ زده، تو داری مستقیم بابه تو داری تو تصمیم گرفتی که تیشرت سیاه بذاری. من مثلا یه سری دیگه هم هستش، ببین تو اگه بخوای تیمت خیلی قوی واسات کار بکنه خدا بارش بشه کاری که داری می‌کنی، تو باید بشی جزء اونا. این اصلا قانون اول بیزنسه که تو اگه تیمت می‌خوای مثلا این تیم 50 نفری داری، نباید هیچ وقت خودتو سعی کنی بالاتر از اونا قرار بدی، باید اینا خودتو بیای در سطح اونا که فکر کنن خانواده‌تن، فکر کنن انقدر بهت نزدیکن از جون و دل کار بکنن. ایلان ماسک که داره این کاری که این داره می‌کنه، البته کالچر ایرانی ها تو ایران هم همه میتونه، یارو می‌خواد بگه نه من از اینجا مال منه، مثلا من میتونم لباس اینجوری بپوشم اینا، ولی نمیتونم. و ما وقتی نگاه میکنیم میگیم خب چرا میخوای بگی زورگویی؟ خب دوست داری 10 دلار پول میدی ساعتی هنر نکردی که من میگم ساعتی 15 دلار پول کسی پولم بیاد در خونم وایس اینجوری دست به سینه اینجا من بریم راست همینو وایس دیگه نرو تو دیگه من اونجا من دست پایین تو فقط سرتش. خب برا بکس آروم باش آروم باش جای بدی داری گازگوز میکنی تو نه اون دمت گرم که اومدی این پای میترسید فکر کنم میگم شاکی شده آقا خیلی خوشحال شدم دمت گرم مرسی از غذا من دارم من قرار بود غذا رو بدم سعیم کردم بدم که حرف زد چیزا نداده که گفتم راست میگه گفتش که آقا من اینو از تاکسی کباب باید بزنم خودم نه خدا این وظیفه من بود همه جور وظیفه من بود ولی ممنونتم بازم مرسی از غذا و خداحافظی ما با پوریا